کشیدید، متشکرم. دلم نمیاد یه نکته ای رو خدمتتون عرض نکنم. خسته شدین؟ نگم؟ چشم. خانم دکتر، ما سراپا گوشیم، در خدمتتون هستم. فقط عزیزانی که سوال دارن لطف کنن رو کاغذهایی بنویسن، بچهای استافمون زحمت میکشن، جمع‌آوری میکنن، اگر فرصتی شد حتما به اون سوالات هم پاسخ میدیم. ممنونم. یک دو آری آری، مرسی. زندگی زیباست، زندگی آتشگاهی دیرینه پا بر جاست. گر بیافروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست. زندگانی شعله می خواهد، شعله ها را هیمه باید روشنی افروز. شما هیمه های زندگی هستید. از یکایی که شما صمیمانه سپاسگزارم. ممنونتونم که بودن من در ایران رو فوق‌العاده برای من پربار و پرثمر کردید. از همه شما عزیزانی که فرشتوار ایستادید تا یه همچین برنامه باشکوهی برگزار بشه و هر بار که من سفر میکنم میرم و برمیگردم با خاطرات خوشی از یکایی که شما، باز خوشحالتر و جدیتر برمیگردم تا ذره ای از وجود خودم رو در اختیار یکایی که شما عزیزان قرار بدم. چون اعتقاد قلبی من این هست که ما همه یک وسیله هستیم. اون چیزی رو که کسب کردیم، دینمون رو به طبیعت، به جهان هستی و به انسانیت باید پس بدیم. خبرنگارایی که لطف کردید اینجا حضور دارید، ازتون ممنونم. مصاحبه‌ای که با من داشتید در حین بریک بهتون گفتم، از من پرسیدید آیا میخوام برنامه هایی بذارم؟ آره، من تو این فکر هستم برنامه هایی بذارم. من نیازی به کمک یکایی که شما دارم. من بلد نیستم، من ایران رو نمیشناسم. 28 سال 29 ساله که ایران نیستم. دوست دارم همکاری کنید، کمکم کنید. دوست دارم برای جانبازان برنامه بذارم، دوست دارم برای بچه های بی سرپرست برنامه بذارم، برای هم به اصطلاح خانوما و آقایونی که دچار PTSD پست تروماتیک استرس دیسوردر بحران‌های زیادی تو زندگی شدن برنامه بذارم. اما شرایطش واقعا باید فراهم بشه برای من. با کمال میل در خدمتتون هستم. خب، بسیار عالی. صحبت کردیم یه مقداری در مورد شخصیت‌ها. شخصیت تا حالا فهمیدین کدوم شخصیتین یا هنوز نه؟ رفتارهای همدیگر رو بررسی کردی؟ کیا فکر میکنن هستریونیکن؟ دستشون رو ببرن بالا، یعنی نمایشین. اوکی، very good. تا حدودی شناختید. very good. گفتم هیچ کسی بهتر یا بدتر از یکی دیگه. همه این شخصیت ها یک سری نکات مثبت دارن و یک سری نکات منفی. فقط اگر یاد بگیریم، همین سمینار عمق درونی که بچه‌ها اومدن صحبت کردن، شما یاد میگیرید که نقاط ضعف شخصیتیتون کجاست و اونا رو اینهانس کنید، بالا بیارید، بهش قدرت بدید و ببینید نقاط قدرتتون کجاست و از نقاط قدرتتون در زمینه‌های بسیار مثبت ازشون استفاده بکنید. آدمای موفق تو زندگی فکر نکنید پرفکتن. اصلا پرفکت وجود نداره. فقط بلدن کجا شیفت کنن. از من پرسیدن خبرنگارا خانم دکتر پس شخصیت شما چیه؟ گفتم آها، به همین آسونی؟ خیال کردی دو دقیقه اومدی نشستی خبرنگاری میخوای من همه چیزو بهت بگم؟ من شیفت میکنم، هر کجا که برام کارایی داره همون میشم و زیبایی زندگی همینه. ولی باید بدونم ثبات من کجاست و بیس من کجاست
و از چه نوع شخصیتی برخوردارم تا بتونم روند طبیعی زندگی خودم رو بشناسم و تشخیص بدم و اونجاهایی که زندگی مختل میشه فوری مچه دست خودم رو بگیرم و شیفت کنم. شیفت یعنی جا به جایی. تنها چیزی که تو زندگی به ما قدرت رشد میده قدرت جا به جایی و شیفته. یعنی الان که اینجا هستم ترجیح بدم بگم الان که شدم نمایشی الان ترجیح میدم مخلص و بنده باشم. متوجه هستید؟ قدرت در همینه، نه در این که وای چرا شخصیت من اینه، وای چرا من خشم دارم، وای چرا من میترسم، وای چرا من عصبانیم، وای چرا من بلد نیستم. فقط یاد بگیر که اول شخصیتت کجاست و بعد از اون طریق شیفت جا به جایی. از این به بعد تمرین روزانه شما همین خواهد بود. شما صبح که از خواب بیدار میشید خودتون رو مورد ارزیابی قرار میدید که ببینید از چه نوع شخصیتی برخوردارید و کسی که در مقابلتون قرار میگیره اگه حالت نمایشی داره و اگه شما مرزی و بوردرلاین هستید، چون آدمای مرزی چشم دیدن آدمای نمایشی رو ندارن، چون آدمای مرزی دنبال اینن که خودشون دوست پیدا کنن و آدمای نمایشی دنبال اینن که چیکار کنن، خودشون رو نشون بدن و نمایش بدن. این دوتا به تضاد میفتن. برای همین یاد میگیریم که چطور اگه الان مرزی هستم شیفت کنم و ببینم اینی که جلوی من قرار گرفته نمایشیه. اوکی آلرایت، اِتس آلرایت، بهش اجازه میدم نمایش بده خودشو به همین زیبایی و به همین سادگی. هیچ اشکالی نداره، من میدونم تو داری چیکار میکنی، بکن، اب نداره. الان فضای توه، اما تو تموم شد نمایش دادی، الان وقت منه که من چیکار کنم در مورد یار خودم با تو صحبت کنم. حالا بشین گوش کن ببین من چی دارم بهت بگم. هر دوتا باوندری و حیات خلوت همدیگه رو احترام میذارن و ریسپکت میکنن و هجوم به حیات خلوت همدیگه نمیارن، تو سر و کله هم بزنن. بسیاری ناراحتی های روانی ناشی از چیه؟ ناشی از عدم کامپاتیبلیتی، یعنی عدم همگونی شخصیت هاست. بسیاری از ناراحتی های زناشویی و عاطفی به خاطر عدم کامپاتیبلیتی و همگونی شخصیت هاست. یکی گیر میکنه تو همین، فقط همینو میبینه، گراندیوسیتی داره، کلش گنده است، میگه فقط منو بس، تو کی هستی؟ تو اصلا اینجای خدمتگزار من باشی؟ و یکی دیگه درمونده و بدبخت و بیچاره میگه این اصلا به من نمیرسه. و این دوتا بلاز، نه این یه ذره جلو میاد شیفت میکنه، نه اون یه ذره این ور میاد و شیفت میکنه، جفتشون به قول زن شنپا یعنی قلاب ماهیگیری گیر کردن. جفتشون تو قلاب ماهیگیری زندگی گیر کردن و دارن تلو تلو میخورن، دست و پا میزنن، این داره بد میگه، اون داره بد میگه، این به این میکوبه، اون به اون میکوبه. در صورت که خیلی ساده است بابا، بشناسش. این شخصیتش اینه. هلو، این شخصیتش، شخصیت تو همینه. اوکی، تو به خاطر نوع شخصیتی که داری یه سری خواسته هایی داری. مثلا من همسرم به فرض میگم مثلا دوست داره خود نمایش بده، من دیگه چرا برم جلو عصبانی بشم، ناراحت بشم، سر کلش بزنم؟ آه، این به هر کی میرسه میخواد خودش، خب آره شخصیتشه، هنوز آگاه و بیدار نشده. این تو آگاه و بیدار نشه از این کارو خواهد کرد. تو چته که این قضاش ایراد میگیری؟ تو چه شخصیتی داری که اینقدر حالت بد میشه؟ تو هم شخصیت خودتو نمیشناسی. بدون که تو هم یه کارایی میکنی که داره حال اونو به هم میزنه. تو هم داری یه کاره میکنی که داره حال اونو، هرچی تو بدتر میکنی اون بیشتر نمایش میده. حالت پسیو اگرسیو یه حالتی هست، حالتی هست که در این حالت چیزی که بسیار پیشرفته شد، اوور دیولوپ شد در آدم منفعل پرخاشگر، یعنی بعضی رو دیدیم باهاتون غر میکنن 20 روزم شاید باهاتون حرف نزنن. هیچ وقت تجربه کردید؟ این تو ایرانی‌ها خیلی رایجه. غر کردن تو ایرانی‌ها خیلی رایجه. غر میکنن. با
بابا خب اگه با من دعوا کردی، اگه مشکل داشتی، با من کنار نیومدی، خب حالا بشین ببینیم صحبت کنیم. تو به این اعتقاد داری، من به این اعتقاد دارم. اوکی، تو موافق نیستی؟ اوکی، اورایت، منم موافق نیستم. حالا دلیلی نداره من لهت کنم، باهات قهر کنم، دو روز باهات حرف نزنم. حالا مثلا باش بریم سینما. میتونید این کارو بکنید؟ نه. باید قهر کنید، باید ناز کنید، باید عشوه کنید، باید نمیدونم سر کله هم بزنید. باید... تو 20 سال پیش به من چی گفتی؟ آشناس براتون نه؟ آره. تو 15 آخه میدونی خانوما مموری فیل دارن، الیفنت مموری دارن. و آقایون اصلا توی دنیا اصلا تو باغ نیستن. برای اینکه آقایون مغزشون طوری دیگه دیزاین شده. میدونستید؟ گفتم براتون جلسات قبل. آقایون مغزشون طوری دیزاین شده که اسپیشال و چند دیمنشن میبینن. چند بعدی میبینن. خانوما نه. خانوما از نظر مموری، حافظه، تجربه، حرف، نمیدونم دوجاگویی، بدگویی، نمیدونم غیبت، فلان استادن. و در این حال یه خانم میتونه 10 تا کارو جاگل کنه. اما یه آقا اگه داره روزنامه میخونه بهش بگه عزیزم به موام نگاه کن، نمیتونه. باید روزنامه رو بذاره زمین، بعد ببینه داری چی کار میکنی. اگه داره آشپزی میکنه، تلفن زنگ بزنه با نمیدونم بچه هم گریه بکنه، بدون غذا سوخته. آقا اگه داره این کارو میکنه بهش بگو برو توی یخچال. اما آقایون طوری دیزاین شدن که سلول های پشت سلول های چشم طوری دیزاین شده که به طور کلی به خاطر شکارچی بودن چطور ببینن؟ نروتر اما طولانی تر ببینن که بتونن شکار کنن. اما خانوما پهن‌تر و زاویه نزدیکتر، چون خانوما نوریشینگ میکنن. خانوما ساخته شدن که آشیانه گرم کن باشن و آقایون ساخته شدن که بعض بیفشانن و چیکار کنن؟ به اصطلاح شکار کنن. برای همین یه خانم و آقایی که وارد یه مجلسی میشن، وارد یه جشنی میشن، یا آقا خانم که وایستاده، مثلا فکر کنید خانم اینجا وایستاده، آقا وایستاده داره با دوستش اینجا صحبت میکنه، خب این خانمی هم که بغل دستش وایستاده هی به شوهرش نگاه میکنه، یه خانمی هم اون ته داره دلربایی میکنه اون ور. این خانم هر چاردونگ حواسش به این آقای شوهرشه که این حتما داره از گوشه چشمش به دلربایی خانمی که اون برای صحنه وایستاده داره نگاه میکنه. تمام شب غر میزنه این خانم به این آقا، به شوهرش، که تو آها دیدی؟ به کی نگاه میکردی؟ آها اونجا. طرف میگه کجا؟ کی؟ به خدا اگه من چیزی؟ راست میگه بدبخت، نمیتونه ببینه. این تویی که قدرت وسعت سلولای پشت چشم تو این قدرت رو داره که بتونه پهن ببینه. این نمیتونه هم با این حرف بزنه هم اونجا رو ببینه. تو میتونی، خانم میتونه، آقا نمیتونه. آقایون خوشتون اومد. آخه یه پوانم به آقایون بدیم. حالا آقایی که داره رانندگی میکنه، خانمی که بغل دستش نشسته، اگه حرف بزنه آقا اون اگزیتو میگذرونه، نمیتونه جاده رو پیدا کنه. با حرف نزنی، با ساکت باشی، چون نمیتونه تمرکز کنه، چون مغزش اینطوری دیزاین شده. کورپس کالوسوم مغز که وسط مغزه، اون قسمت پهنی وسط مغز که کامپیوتر چپ و راست مغز رو به هم نزدیک میکنه، در خانوما پهن‌تر از آقایونه. به همین خاطر خانوما اطلاعات رو سریع‌تر پروسه میکنن، سریع‌تر پروسه میکنن. اما آقایون نه، چند بعدی و مهندسی بسیار قوی‌تر و به اصطلاح عمیق‌تری دارن، چون چند بعدی. یه خانم نمیتونه ماشین رو بیاره از گاراژ بیرون، حتما پشتش رو باید بزنه به دیوار. ولی یا آقا میتونه این کار رو بکنه. خب این حالت منفعلی پرخاشگر، بچه ها حالتون رو میگیرن، اصلا با اتون کاری میکنن
که شما اگه یه ذره شخصیت ابسسیو و یه ذره شخصیت به اصطلاح همچین مضطرب و به اصطلاح ناآرومی داشته باشید، میخواید خفهشون کنید. چرا؟ چون اینا که در مقابل شما قرار نگیرن، خیلی آروم آروم هرچی میخوان از شما میگیرن، آنچنان از شما میگیرن، اینقدر همچین نق میزنن یا نمیزنن یا ساکت میشن، باهاتون غر میکنن، آنچنان با شماها دیل میکنن که شماها یه دفعه به خودتون میبینید چی شد؟ این تو حساب بانکی من دست برد؟ تمام چک من تو دستشه؟ تمام زندگی من تو دستشه؟ اما من هیچی ازش خبر ندارم. کسی رو دارید؟ همه چیز رو در مورد شما میفهمن و کنترل میکنن و تحت اختیار خودشون در میارن، اما شما اگه یه ذره شخصیت ابسسیو داشته باشید اصلا نمیفهمید چی شد. یوی میبینید اصلا رفت، تموم شد، همه چی رفت و یوی به خودتون میاد، دیدید که دارید خفه میشید. و این تیپ شخصیت ها خیلی با جرأتن، البته جرأتشون خیلی کمه، خیلی مهر طلبن. آنچنان آروم در شماها نفوذ میکنن و این کاسه آنچنان قشنگ تو دستشونه که بسیار حساب شده، مثل یه صفحه شکسته، نه. صمیمیت زیادی درشون نمیبینید، زیاد همراهتون نیستن. میدونید تا کجا باهاتون میان؟ تا اونجایی که بهشون میچربه. اگه به نفعشونه براو، اگه میچربه به نفعشونه همراهتونن. آره خانم دکتر اینقدر دوستت داریم، آره چونه خودت میچربه دیگه، خانم دکتر چی میخوای؟ به محض اینکه خانم دکتر دیگه کلاس نداشته باشه، رود کار نکنه، دیگه خانم دکتر رو دوست. در صورت که یه انسان آزاده انسانها رو دوست داره همان گونه که هستن، نه به خاطر چیزی که بهش میدن، به خاطر اون کسی که هستن. صمیمیت درشون خیلی کمه، جرأت خیلی کم رشد کرده و فعالیت ندارن، اعتماد به نفس خیلی پایینی هم دارن، برای همین مهرطلبن. بررسی که از خودشون دارن، فکر میکنن خیلی خودکفان، خیلی وانروبل و آسیب پذیرن و خیلی نسبت به کنترل و دخالت حساسیت دارن. باور کنید آنچنان مهارت دارن، در عین مظلومگرایی به شما اجازه نمیدن که وارد حریمشون بشید و بخواید ازشون چیکار کنید؟ سوء استفاده کنید. خیلی قدرت دارن، در مهرطلبی قدرت فوق العاده بالایی دارن. بررسی دیگران اینه که مزاحمن، خفه کنندن و تا نگیرن ول نمیکنن، خیلی مزاحمن و دخالت میکنن تو خیلی زندگی ها. دخالت اینقدر دخالت میکنن، اینایی که دارین دور و برتون تو زندگیتون دائما دارن دخالت میکنن، اینقدر دخالت میکنن تا اون چیزی رو که میخوان به دست بیارن، تا به دست نیارن عقب نمیشینن. باورهای اصلی این منفعلای پرخاشگر، منفعل یعنی میکشه عقب و در عقب بودنش هجوم میاره، عقبه ولی در عقب بودنش پسیو اگرسیوه، مثل گاندی که در سکوتش هرچی که میخواست به دست میآورد. باورهای اصلیشون چیه؟ دیگران مزاحم آزادی عمل من هستن، کنترل توسط دیگران غیر قابل تحمله، من باید کارا رو همون گونه که خودم میخوام خیلی تو به خودشون خیلی اعتماد دارن و میگن هر کاری که دلم میخواد باید انجام بدم. رفتار اصلیشون مقاومت انفعالی، به ظاهر سلطه‌پذیر، تفره رفتن و گریز از قوانین. مقاومت انفعالی از بارزترین خصوصیات افراد پسیو اگرسیوه، یعنی در سکوت مقاومت میکنن، در سکوت. دیدیم بعضی رو هرچی بهشون میگی با حرف بزن، یه چیزی بگو، تو فوش بدی بهتر از اینه که اصلا حرف نزنی. دیدین کسی رو اینطوری؟ اعتقادات اولیه‌شون آدمای منزوی و آوایدند.
آدمایی که اوایدنت هستن، یعنی منزوی انگوشه گیرن، اعتقادشون بر اینه که اصلا من ممکنه صدمه بخورم. یه جایی مغز کلیک کرده تو لیمبیک سیستم مغز، مرکز خاطرات، احساسات، تجربه، حافظه، مموری، یه جایی کلیک کرده که من قرار صدمه بخورم، اصلا ممکنه صدمه بخورم. پس هیچ کاری بهتر دلیل قانع کننده من همینه که من ممکنه صدمه. همه چیز بر اساس این نگرش بنا شده. رفتار غالبش اینه پس بهتره دوری کنم دیگه، چون قرار صدمه بخورم بهتره دوری کنم. رفتاری که خیلی پیشرفته، عنصری که پیشرفته هست، آسیب پذیری اجتماعی، تفره رفتن و بازداری. نه خودشون انجام میدن، نه میذارن شما انجام بدین. نمیخواد، ولش کن. حالا نمیخواد بری. آقا جنبه برنامه کنفرانس خانم دکتری درنجات واسه چی؟ بیخواید همه خواهد پول بدی، زحمت بکشی، 5 ساعت بری اونجا بشینی، دیوونه ای مگه؟ نه خودش میره، نه میذاره کس دیگه ای انجام بده. رفتار غالبش همینه. فکر میکنه که به لحاظ اجتماعی خیلی آسیب پذیره، این خیلی درش رشد کرده. فکر میکنه همه دارن بهش صدمه میزنن. برای همین اصلا تو صف هم اگه برید وایسید، تو بانکا برید وایسید، این جمعیت رو خیلی خوب میشناسید. جمعیت منزوی و این گوشه با میستن. بفرمایید نوبت شماست. حالا دیگه بفرمایید نوبت شماست. هلو صف باید حرکت کنه. هلو حالا خواهش میکنم شما بفرمایید. حالا میکنش میکنیم دیگه. اصلا زندگی